خانم آقایان، درود بر شما. سه‌شنبه شب 10 بهمنه. چند مورد اساسی اعتصابی که در سراسر کردستان برگزار شد با قدرت پیام‌ها و درس‌هایی داره. اولا رژیم خیلی سعی کرد چه در فضای شبکه‌های اجتماعی و چه از طریق حضوری فراخواندن به اداره اطلاعات با در فرصت کمی که داشتند و تهدید بسیاری از بازاریان جلوگیری بکنن از اعتصاب، ولی اعتصاب شد با قدرت کامل. و نه تنها این، جنازه 4 جانباخته آزادی، پژمان فاتحی، محسن مظلوم، وفا آذربار و محمد فرامرزی رو تحویل ندادند، چون میترسن و میدونن که جنازه اونها هم خطرناک است و ممکنه جرقه یک قیام بزرگ رو بار دیگه بزنه. ولی این باعث نشد که مردم نرن. 10,000 نفر در خونه های کوچک و معمولی این 4 جانباخته تا این لحظه حضور پیدا کردند. مساجد رو خواستن ببندن که مجلس ترحیم برگزار نشه، فایده نداشت. درسایی که بود، یکیش همبستگی که باید الگو برداری بشه. البته همزمان در سمیروم اصفهان هم یک اعتصاب بسیار خوب برگزار شد به خاطر اعدام قریب الوقوع 2 تن از آزادی خواهان که در انقلاب زن زندگی آزادی دستگیر شدند، فاضل و مهران بهرامیان. خیلی ها سوال میکنن چرا در مناطق دیگه نمیشه، و اساساً ترس نظام آخوندی از این هست که این اعتصاب سراسری بشه. فقط اعتصاب نیست به عنوان یک کنش سیاسی، به دنبال اون بدون تردید قیام هم در پی خواهد بود. برای همین ترس هست که اینها میان شکاف رو بیشتر میکنن. لشکر فحاشی راه انداختن با اسامی مختلف که بیان بگن پیامشون، خروجی فحاشیشون این باشه که مردم الگو برداری نکنن از جایی که خم نمیشه، شاید شکسته بشه، ولی با تمام کبکبه و دبدبه رژیم اونجا ناتوان، ذلیل و ضعیف است در مقابل همبستگی مردمی. خیلی ها میخوان بگن خب این فقط مال کار احزاب، بقیه مناطق ایران احزاب ندارن. خب بخشش این هست، ولی شاید خیلی از شماها ندونید که احزاب کردستان گرچه نفوذ دارن، ولی جامعه مدنی و سیاسی کردستان پر قدرت هست و گاهی همین احزاب اگر اشتباهی میکنن رو به شدت مورد انتقاد قرار میدن. یعنی دنبال کننده مقلدی وجود نداره، حمایت از حق و حقوقی هست که مردم بهش اعتقاد دارن، از سیاستی هست که مردم در قدمی که اون رو قبول دارن ازش حمایت میکنن، جایی که قبول نداشته باشن با صراحت انتقاد میکنن از همین احزاب. و در سالهای اخیر هم البته بسیاری مواقع مردم جلودار احزاب هم بودن، احزاب پشت سر مردم، ولی این پیوند همیشه بوده. پس پیام اصلیش به مردم ایران، کردستان رو الگو بکنیم. نقش مبارزاتی کردستان بسیار مهم هست. سمیروم تقریبا چنین الگوبرداری رو کرده، ولی کافی نیست. در کل ایران شاید بگیم که اعتصاب مثلا در پتروشیمی کجا هم هست، در کارگران صنعت نفت هم دارن، ذوب‌آهن فلانی هم داره. یک فرق اساسی هست. درسته اون اعتصاب هم خوبه و ما باید حمایت بکنیم، ولی کارگرانی که حقوقشون رو پرداخت نکردند این پیام رو میده که تا من حقوقمو ندن، یعنی تا اینکه به خود من نرسه، من اعتصاب نمی کنم. ولی در همبستگی کردستان بازاریان و بقیه مردم، مشاغل، همه که اعتصاب کردن با این دلیل نبود. حس همبستگی، نوع دوستی، همزاد پنداری که بسیار مهم هست، پرقدرتی، و این رو ما باید تقویت بکنیم. به نیروهایی که لشکرسازی سایبری میکنن برای فحاشی و زورآزمایی در میدان رسانه‌ای و اینترنت
توجه نکنید. میدان مبارزه، صحنه عمل زیر پای شما در ایران هست و ترس رژیم هم از همین هست. ترس رژیم از همبستگی و الگوبرداری از مناطقی است که مبارزه دارن میکنن. فقط اعتصاب هم البته همه میدونیم مبارزه نیست، یک پیام هست، ارسال یک پیام و نشون دادن همبستگی. ولی انتقام رو نباید فراموش کرد. انتقام از خیانتکاران و جنایتکاران، اینها نباید در امان باشن. هیچ جنایتکاری نباید احساس بکنه که در امان باشه. این وظیفه احزاب کرد است که انتقام بگیرن و خون در برابر خون رو که زبان آخوندها هست اعمال بکنن. کاملا دیگه نشون داده شده این رژیم با زبان خوش از سر راه کنار نخواهد رفت. همین نگاه کنید در سطح بین المللی، حتی بایدن مماشات کرد گستاختر شدن اینها، امریکایی ها رو زدن، چون میدونن اونا نمیخوان که جنگی را بیفته. و در حال حاضر بایدن هم در امریکا رسوا شده، زیر بار انتقاده و مجبور هست که کاری بکنه. هر عملی انجام بده، هر فرصتی برای ما ایجاد بشه ازش استفاده میکنیم. کسایی که زیر بار و پرده به اصطلاح خودشون ناسیونالیزمی جمع شدن که خروجیش کمک به جمهوری اسلامی هست و میگن اتفاقی میفته ما صرف نظر از این چه خواهیم کرد، اینها از ما نیستند. اینها با جمهوری اسلامی هستند، دغدغه‌شون قدرت هست. طالبان استبداد با ما نیستند و ما از اونها نیستیم و هیچ گونه حرفی هم با اونها نداریم. اونها دقیقا در خط حفظ نظام فاسد آخوندی هستند و چه بسا در این زمینه بسیار خوب هم کار کردن، ولی خوشبختانه مردم دارن از اونها رد میشن و این رو میدونن که آدم فداکار میتونه افراد فداکار و شجاع رو دور خودش جمع کنه. یعنی هر کسی جنس خودش رو جمع میکنه. کسانی که دغدغه‌شون آزادی هست باید هزینه هم بپردازن. حاضر به هزینه نیستید، آزادی خواه نیستید. آزادی با امیدواری به دست نمیاد، با مبارزه به دست میاد و به میزانی که مبارزه میکنیم ما دستاورد خواهیم داشت، نه به اندازه‌ای که آرزو میکنیم. همیهنان گرامی، مسئولیت پذیری در بین ما باید افزایش پیدا بکنه. هر کدوم از شما میتونه رسانه‌ای باشه. رسانه‌های پرقدرت با ما نیستن، خیلی طبیعیه. پولی که بهشون میدن از طریق دولت‌ها برای منافع همون دولت‌ها و برای پروموت کردن و برای مطرح کردن افراد بی‌خاصیتی هست که اینها در اصل مبارزه نقش و جایگاهی ندارند. همیشه بعد از مردم سعی میکنن همه چی رو به اسم خودشون تموم کنن. با در روزهای بهمن، سال روز انقلاب شوم 57 هستیم. در صد تا سر میهن همه پلاکارت ها، نشونه ها، عکس ها و تصاویر تبلیغاتی اینها رو بکنیم بندازیم پایین. نشان های انقلابی رو جاش بذاریم. نوشته های انقلابی رو بنویسیم. این خیلی مهم هست. این کنش سیاسی اساسی در این روز هاست. مخصوصا که حالا رژیم احتمال داره که ضربه هم به بینیش بخوره، به دهنش بخوره، یک ضربه خارجی. ما امیدی به این ضربه ها نداریم، منتها عرض کردم اتفاق بیفته ازش استفاده میکنیم با تمام قدرت. همیهنان گرامی، دلار 60 تومانی آینده مبهم اقتصادی و سیاسی هر روز مبهمتر، وضعیت هر روز بدتر میشه. مردم زیر بار فشارن و جمهوری اسلامی هم سعی میکنه جنگی رو که در منطقه راه انداخته هر طوری هست هزینش رو متوجه مردم ایران بکنه تا افکار عمومی متوجه بنبست های رژیم نشن، متوجه نشن که باید دوباره شروع بکنن، متوجه نشن و فکر نکنن که باید الگو برداری بکنن از جایی که مبارزه میکنن و نه از جاهایی که دارن خوشگذرانی میکنن، پول جمع میکنن و معلوم نیست چی کارش میکنن.
اگر آزادی خواهی یک هدف واقعی رو بهش اعتقاد داشته باشه، راه‌هایی برای رسیدن به اون هدف رو پیدا می‌کنه. اگر اعتقاد نداشته باشه، حرفش رو بزنه، بهونه زیاده برای اینکه کاری انجام نده. ما به کنش سیاسی نیاز داریم، ما به خونسازی نیاز داریم، ما به مبارزانی نیاز داریم که در هر شکلی حاضر باشن فداکاری بکنن. آینده از آن کسانی خواهد بود که فداکاری میکنن. ملت‌های آزاد، اگر شما سرنوشت اونها رو مطالعه کنید، میبینید که فداکاری کردند و ملتی که و ملت‌هایی که آزادی بخوان باید بهای اون آزادی رو بپردازن. همیهنان گرامی، فرهنگ نادرستی رو که خیلی از رسانه ها سعی میکنن مردم رو با اون مشغول بکنن، با اون عبارت از این که هم میهن ارزشی نداره، رعیت میهن مهمه، ما عکسش داریم عمل میکنیم. هم میهن مهمه و میهن بدون هم میهن ارزش و اعتباری نداره، یک زمین سوخته است که آخوندها دارن این کار رو میکنن. پس هم میهن مهمه، انسانیت مهمه و ما باید در این راستا تلاش های خودمون رو افزایش بدیم. فحاشی هوشمندانه با هدف بقای نظام و خونسازی انگیزه مبارزه رو دریابیم و سعی بکنیم اون همبستگی که در انقلاب زن زندگی آزادی بود رو دوباره به دست بیاریم. واقعیت این هست که هر روز که میگذره ما یک روز از زندگی خودمون و از دستیابی به آزادی رو از دست میدیم. منتظر نباشیم، هیچ منجی غیر از خودمون وجود نداره. الگو برداری بکنیم از مناطقی که مبارزن، مبارزترن، تجربه بیشتری در مبارزه دارن و بها دادن و بها میدن بازم، اگر آزادی بخوایم. و این یک پیام خیلی واضح هست که باید همه اون رو بگیرن. کسانی که میخوان مردم مناطقی رو از هم جدا بکنن، اینها نه در زمین جمهوری اسلامی، برای خود جمهوری اسلامی فعالیت میکنن و در این تردیدی نکنیم. روحیه بسیار بالای خونواده چهار زندانی سیاسی و پیشمرگ آزادی الگوست برای همه ما. نترسیدن، مثل وصیتی که پسر اینها صادقانه اومدن در راه آزادی تلاش کردند. نگاه کنید به رفتارشون، به صحبتهاشون، به پیامهاشون. بقیه پدر مادرهای کسانی که جانشون رو از دست دادن، اونها هم اومدن. این یک همبستگی سراسری، شجاعانه و غیر قابل شکسته. هیچ نیرویی نمیتونه این مردم رو از سر راه برداره، نه با فحاشی، لشکرسازی اینترنتی، نه با گلوله حتی، و این ثابت شده است. امیدوارم این الگو برداری باعث بشه که عمر جمهوری اسلامی هرچه سریعتر به پایان برسه. این رژیم در داخل ایران به پایان خواهد رسید و هر تفکر دیگه‌ای امید بستن به هر موضوع دیگه خارج از منافع ملی، تنها به نفع جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی از همین همبستگی ملی در هراسه میترسه، میترسه که الگوبرداری بشه. پس الگوبرداری بکنیم و بدون دلیل، تنها به خاطر تأثیر رسانه ها، از مبارزه، از خط مبارزه ما منحرف نشه. انحراف از خط مبارزه به نفع بقای جمهوری اسلامی هست. رژیمی که به شدت از کردستان میترسه، و شاید خبر نداشته باشید که دارن حزب الله کردستان رو توسط سپاه پاسداران پیریزی میکنن که بسازن، تا بلکه با چند تا مزدور و جاش بتونن اون منطقه رو از مبارزات اون منطقه به نوعی کم بکنن، تأثیر پذیری اونها رو کاهش بدند
و منطقه رو بدنام بکنن، همه رو به جون هم بندازن. ولی این گروه های کار دستی که در گذشتم سیاستی بوده تکرار شده به جایی نمیرسه. عمق جامعه کردستان زنده و بیدار هست و این حزب اللهی که سپاه پاسداران داره به زودی اون رو میسازه برای کردستان به اسم کردستان، که حسن نصرالله در پیام خودش اون رو توییت زده بود، به سرنوشت همه گروه های دستساز و کارتونی اون منطقه دوچار خواهد شد. فراموش نکنیم هر روز رو از دست بدیم، هر روز که میگذره ما یک قدم با آزادی فاصله میگیریم. سعی بکنیم فضا رو آماده کنیم برای قیامی دوباره. این وظیفه همه ماست و شروعش از پاکسازی در و دیوار مناسبت منحوس 22 بهمن و جایگزینی شعارهای انقلابی، مقاومت و دفاع مشروع و خونسازیه. پاینده باشید.